بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمتتان قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. با امیدی که درسها براتان مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف هفتم به ادامه درس قبلی تحت عنوان تمرین فصل پنجم صفحه 150. تمرین فصل پنجم صفحه 150. این دو سایز این عنوان درس، انشاءالله عنوان گرفتیم. حالا میریم به طرف سوالاتش. سوالات چهار جواب است دوستای عزیز، اما خیالی دیگه باز جواب داده نمیشه که فعال ببین آدم یا خیالی بگه فلانی جمع نه تا که حل نکنه. ببینین چطور؟ سوال است که مجموع زوایای داخلی یک نوزلی مساوی با چند است؟ مجموع زوایای داخلی یک نوزلی، چهار تا جواب داده شده: 360 درجه، 180 درجه، 1260 درجه، هیچ کار. این دیگه نمیشه که آدم دست خودمون سر یکیش که اونو تا چی وقت؟ تا که الله کنه. این حالا به دوستای عزیز علش میکنیم، از جوابی که بودم اونه نشانی میکنیم. خب فرمولش چی بود؟ یادتان است مجموع زوایای داخلی چی؟ سوال چیست؟ نوزلی. ما فرمول داریم N منفی 2 ضرب 180. یادتان آمد؟ اینی دوستای عزیز فرمولی بود رابطه بین مجموع زوایای داخلی و تعداد اضلاع. اس مساویس ان، چند زولی بود؟ نو زولی. ان دیگه تعداد اضلاع است، منفی 2 ضرب 180. اس مساویس از نو که دو بره 7 ضرب 180. اس مساویس 0 7 8 56 5 7 1 7 5 12 1260 درجه. بریم که 1260 داریم. بله جواب دوم. پس مجموع زوایای داخلی یک نزلی دوستای عزیز 1260 درجه است که در چهار جواب ما جواب بی درست است. بی لحاظا جواب بی را حلقه میکنیم، انشالله فهمیدن ای را درک کنیم. بریم سر سوال دومش. مجموع زوایای داخلی یک مظله 1980 درجه است. مظله چند ضلعی است؟ سرچپی از دست پیشتر سرچپیش. یام نمیشه که هوای آدم جواب بگه میتر نی تا که چی نشه جواب نمیتر تا که فرمول نداشته باشه. این حال فرمول داریم تا که حل نکنیم. جواب داده 18 ضلعی نمیفهمدم، 11 ضلعی هیچ، 13 ضلعی 17 ضلعی ایتور بر دیدم نمیشه جواب تا که حل نکنیم. به این حلش میکنیم. خود در اینجا دیگه حالا اس چند است؟ مجموع زوایای داخلی 1980 است. بله 1980 سیست 1980 درجه. این حالی امی چند ضلعی است؟ این مساوی سوالی. ما فرمول داریم، کدام فرمول از دوسته عزیز؟ اس مساویس این منفی 2 ضرب 180. خب پس به این ترتیب میگیریم اس داده دیگه 1980 مساویس با این منفی 2 ضرب 180. چی رو دفعه کار داریم ما؟ این دیگه اس معلوم است، هر دو طرف تقسیم 180 این طرف هم این طرف هم 180. خب این همراه ازی خلاص، صفر هم همراه صفر خلاص. اینا رو به این رو تقسیم میکنیم 1 18 1 18 18. این خون از دست یکی باقی ما نه 18 هم در پولیش 1 18 18. این جوابش 11 درست؟ خب اتو شد که 11 مساوی شد با این منفی 2. این دو رو میدیم این طرف میشه 11، ایسو که ببین علامیش مثبت میشه، جمع 2 مساویس با n. خلاصه n مساوی میشه 11 جمع 2 13. n چی بود؟ تعداد اضلاع. پس مثلث چند ضلعی است؟
13 ذوالعید. ببین در جوابک چطور است؟ 13 ذوالعید بازم جوابی بی درست است. بازم جوابی چی؟ بی. میبینیم که جواب 13 ذوالعید. انشاءالله که ایرام دوستای عزیزم رو درک کردم. خب سوال دیگه تقریبا ذهنی هم است ولی یک ذره فکرم کار دارم. اگر سه قطعه خط در یک نقطه یک دیگه خود قطع کنن، مجموع زوایایی که به دور نقطه تشکیل میشه چند درجه است؟ چهار جواب داده: 260، 180، 360، هیچ کدام. اینا رو ببینید دوستای عزیز که چی گپ است. سه قطعه خط در یک نقطه قطع کنن. یک قطعه خط، دو تا قطعه خط، ای سه قطعه خط، این در یک نقطه قطع کرد. دور و دور ازی چند درجه است؟ دوستای عزیز به دور یک نقطه 360 درجه است، یادتان باشه. به دور یک نقطه چند درجه است دوستای عزیز؟ 360 درجه. یادتان خونه میرنی؟ به یک طرف خط 180 درجه است، متوجه سین؟ اما به دور یک نقطه به یک طرف خط 180 درجه است، یادتان باشه. و به دور یک نقطه 360 درجه. انشاءالله که رو فراموش نمیکنیم. بریم در جوابا. 260 است، 180 است، 360 است، هیچ کدام. 360، 360 جواب سی. دوستای عزیز گردش حلقه میکشم. خب سوال دیگه است که اندازه یک زاویه داخلی یک مضلع منظم 144 درجه است، تعداد اضلاعش چقدر است؟ اندازه یک زاویه داخلی، خب مثل که یک زاویه داخلی یک مضلع منظم، این دیگه فرمولش بازم از اون فرمول استفاده میشه و شما دیگه باز این دوستای عزیز کار میکنین به حساب فرمول و جوابش تهیه میکنین. تکراریست دیگه، فرمول داریم، از روی فرمولی رو محاسبه کنین دوستای عزیز. خب سوال دیگه است، اگر در یک مثلث دو ضلعان با هم مساوی باشه، خب بسیار سوال ابتدایی است، دو ضلع یک مثلث که مساوی باشه، مثلث چی خواهد گفت نامشه دوستای عزیز؟ اینجا چهار جواب دادن، شما هم جوابای منعشه تعیین میکنید. یک متساوی و ساقین، بله اینمی درست، اگر مثلث دو ضلعش اگر با هم مساوی بود متساوی و ساقین. دیگه جواب چیست؟ متساوی و لازلا نی، متساوی و لازلا بزاوی رو میگه که سه ضلعش مساوی باشه، هر سه ضلعش. سی مختلف الاصلا نه، اون مثلث را میگه که عرصه زلش از هم دیگه تفاوت داشته باشه. و بالاخره دی مختلف و زاویه، هیچ دیگه یه خود جواب نیست به خاطر از اینکه گپ سر زل است، نه مربوط به زاویه، دیگه یه خود قطعا جواب درست نیست. ما میگیم که اونمون مثلثی که دو زلش با هم مساوی باشه او رو دوستای عزیز میگن مثلث متساوی و ساقین. پس جواب الفش حلقه میکشین که مشکل پیش نبردن. خب دوست عزیز سوال دیگه شمیه، اگر در یک مثلث دو زاویه آن با هم مساوی باشه، دو زاویش، این مثلث چی میگن؟ دو زاویش مساوی باشه، آیا مختلف الاضلاع میگن؟ متساوی و ساقین میگن؟ متساوی الاضلاع میگن یا هیچ کدام کدامش؟ ببینید دوستای عزیز ما شما کارم کرده بودیم برای اینکه یادتان بیاد یک رسم میکشم براتون. خب اگر اینطور یک مثلث ما داشته باشیم به این شکل، قسمی که اینی زاویه و این زاویه، یعنی مثلث A B C، زاویه B هم روی زاویه C مساوی باشه، B مساوی است با C، مثلث چی میگن؟ یادتان هست که ما یک رابطه را خونده بودیم، در مقابل زاویه مساوی اضلاع مساوی قرار داره، یعنی در مقابل از این ضلع قرار داره، در مقابل از این ضلع، چون این زاویه هم روی زاویه مساوی است، لحاظا این ضلع هم که از این ضلع مساوی است، نشون میتونیم که AB مساوی است با AC. خب
وقتی که ای بی مساوی به ای سی شد، یعنی زل که دزی زل مساوی شد، یعنی دو زل مثلث مساوی شد، پس میگم متساوی و ساقه. این همی مثلث هم مثلث چی است؟ متساوی و ساقه. اینا رو در چهار جواب خود مراجعه میکنیم، میبینیم که کدام جوابه به نام مثلث متساوی و ساقه داریم یا نداریم. بله داریم. خب انشاءالله که اینم دوستای عزیز ما درک کردن، درست؟ یک سوال دیگه هم از چهار جواب باقی مانده که چهار جواب رو براتون خلاص کنیم. اگر در یک مثلث قائم الزاویه یکی از زوایایش 60 درجه باشه، یکی از زوایای حادیش، وسعت زاویه حاده دیگر آن مساوی است به، جواب 30 درجه، 50 درجه، 40 درجه، 29 درجه. بیاین که تو حل نکنیم دیگه، خب فهمیده نمیشه. دوست عزیز مثلث از قائم الزاویه، قبول؟ این مثلث قائم الزاویه، این مثلث قائم الزاویه، یعنی یک زاویش 90 درجه، یک زاویه دیگه شما داده برای ما 60 درجه. اینا میگه که شما زاویه دیگه، زاویه حادی دیگه را به اصطلاح پیدا کنید. خب ما خواندیم که مجموع زوایای داخلی یک مثلث نامش A, B, C، یعنی زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C، یعنی سی زاویه یک مثلثه که جمع کنیم 180 درجه است. خب کدام کدام داده برای ما؟ A را داده چند؟ 60 جمع B را داده چند؟ 90 جمع زاویه C. این هم زاویه C چیست؟ نامعلوم، 180 درجه. خب این دوتا را که جمع کنیم 60 و 90 150 جمع C مساویس به 180 درجه. از یه زاویه سی ده که بخواییم پیدا کنیم، 180 خودش 150 رو کوتاه طرف بریم تفریق میشه 150. خیلی طرف که بگیریم میشه زاویه سی مساوی میشه، از 180 که 150 رو کم کنیم چند شد دوست عزیز؟ 30 درجه. پس زاویه حادی دیگه، یعنی این زاویه باید چند درجه باشه؟ 30 درجه. چند درجه؟ 30 درجه. آیا صحیح یا غلط؟ ما میگیم مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 است، 60 و 30 90، 90 و 90 سرجم چند شد کرش؟ 180. پس درست مجموع زوایای داخلی یک مثلث چند درجه است دوست عزیز؟ 180 درجه. به این ترتیب دوستان ما تمرین که مربوط صفحه 150 بود و بخش چهار جوابش او رو دوستان عزیز براتون حل کردیم، متوجه شدین؟ حل شد. اینال میمونه سوالات صحیح و غلط، یک بخش دیگه سوالات، سوالای صحیح و غلط او رو میگذاریم برای پروگرام آینده. این رو دیگه برای خودتان یک وظیفه میتین که همین تمرین و شکل گروپی یک دفعه خودتان هم کار کنیم همین سوالا رو دیگه. انشاءالله مشکل براتان در حل تمرین و در پروگرام های گذشته که کار شد در فصل 5 مشکل پیش نمه، نشته میکنیم براتان همین رو به شکل یک سوال. دوستای عزیز صفحه 150 تمرین فصل پنجم را، فصل پنجم را، پنجم را به شکل گروپی کار کنید، به شکل گروپی کار کنید. این دوستای عزیز انشالله که کدام مشکل براتان پیش نخواهد آمد. تشکر از توجهتان، تا ساعت دیگه که در خدمتتان باشیم. شما را به خداوند یکتایی بی همدام سپارم.